بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، صبحتون بخیر. خب یه تعداد از دوستان هم کم لطفی کرده بودن، تمرین‌ها رو نفرستاده بودن. بچه‌ها این تمرین‌ها آخر سر ما می‌خوایم نمره مستمر رد کنیم، اثر داره. رو همون ساعت تاریخی که میگین تمرین‌ها رو ارسال کن. بعضی از دوستان که حالا زودتر هم ارسال کرده بودن، دستشون درد نکنه. ولی دیگه از اون ساعتی که اعلام می‌کنیم دیرتر نباشه. این ساعت و ساعت بعد با هم تمرینای کتابمون رو حل کنیم و سوال اضافه هم که گفته بودیم با هم حل کنیم. ساعت بعد هم همینجا کلاس داریم. تو همین وضعیت بیاید و کلاس رو دنبال کن. تمرین کتابمون تمام شد دیگه. بله، تمرین کتابمون تمام شد، درست آقا؟ بله. بیایم همون سوال اضافه‌ای که گفته بودیم با هم دنبال کنیم. خب تمرینی که بهتون داده بودم مال قسمت پیوستگی از سال 8 شروع شد. سوالش این بوده، حالا من می‌نویسم شما تایید بفرمایید تا حلا رو دنبال کنم. سوال 8 رو این بوده: اگر تابع fx مساوی با x به توان 2 برکت x برابر a برکت x منهای x، وقتی که x به سمت 2 میل میکنه حد داشته باشد، مقدار a چیست؟ درست آقا، باید همین رو حل کنم دیگه. این قسمت پیوستگی که قرار بود تا دیشب بفرستی سوالش همین بود. ببینید درسته یا نه. یه نفر اعلام بفرم. بله، بسیار خب. چون عدد 2 عدد صحیحمونه و ما میخوایم حد داشته باشه، باید حد چپ و راستمون برابر باشه. پس یه بار برای حد راست بگیم، یه بار برای حد چپ بگیم. پس کنیم حد fx رو میخواییم x از راست به 2 نزدیک بشه. ما xمون رو مثلا xمون رو میگیریم 2 1/10. خب برای 2 1/10 برکت xمون به دست میاد 2. پس بنابراین حد ما تبدیل میشه به حد این برکت رو میشه 2 ضرب در x میشه 2x و این میشه 2 ضرب در a میشه 2a منهای x. حالا مثل حد معمولی باش رفتار میکنیم، به جای x 2 بگیم 2 به توان 2 4 ضرب در 2 8 منهای 2 6، پس به دست میاد 2a منهای 6. این شد حد راست. خب دیگه چیکارش کنم آقای شاهد؟ ماجیک پررنگه و دیگه کم هم درشت نوشتیم، دیگه چیکارش کنم؟
نمیدونم به آقای امادی مدیر بگید اگر گفتم با شاد بریم تا با شاد بریم. من نمیدونم. حالا اجازه بدید رو که نوشتیم حل کنیم. شما به آقای امادی بگید ببینید با شاد انجام میدن. خب حد چند میخوام؟ حد f x x به دو میره میکنه از چند. x اون از دو کمتره. مثلا x اون رو گرفتیم 1.9. خب در این صورت برکت x ما به دست میاد 1. پس بنابراین این f x مون به جا برکت x ها شاید 1 بذاریم. میشه x2 به علاوه آی منهای x. فقط به جا برکت هاش 1 میذاریم. حالا مثل حد معمولی قرار کنیم. یعنی که حالا اینجا x هامون 2 هم. 2 به توان 2 4. منهای 2 میشه 2. میشه آی به علاوه حالا میخواییم اینا با هم برابر بشه. یعنی دو آ منهای شش با آی به علاوه دو برابر بشه. آ میاد این طرف، شش میره اون طرف. پس جواب آ مساوی میشه با هشت. جواب آ مساوی میشه با هشت. سوالمون این بوده تابع f x مون هست x2 براکت x به علاوه a براکت x منهای x. میخواییم وقتی x به سمت دو میل میکنه حد داشته باشه، مقدار a رو میخواییم تعیین کنیم. گفتیم هر وقت براکت داریم ما باید حاصل براکت رو به دست بیاریم. چون عدد دوی ما درون براکت رو به عدد صحیح تبدیل میکنه، باید یه بار حد راست بگیریم یه بار حد چپ. حد راست یعنی x همون از دو بیشتره. مثلا x همون رو میگیریم دو و یه دهم، بنابراین براکتش به دست میاد دو. پس به جای این براکت ها باید دو بذاریم، میشه دو x دو. دو ضرب در a منهای x. x به سمت دو میل میکنه. حالا اینجا دیگه مثل دو معمولی حساب میکنیم، کاری دیگه به راستش نداریم. این راست دو از سر خودش رو براکت گذاشت که باید میشد دو. حالا دو به توان دو چهار، ضرب در دو هشت، منهای دو شش. بخشو شش مثبت باید مینوشتم. بخشو شش مثبت مینوشتم. این هم میشه دو آ. این حد راست میشه. حد چپ x از چپ داره به دو نزدیک میشه، یعنی x از دو کمتره. مثلا x مون 1.9. خب براکتش میشه 1. پس به جای براکت ها باید 1 در نظر بگیریم، میشه x به علاوه آی منهای x. به دو نزدیک میشه میشه 4، منهای 2 میشه 2، میشه آی به علاوه. حالا چون میخوایم حد داشته باشه باید حد چپ و راست با هم برابر باشه. پس می‌نویسیم دو آ به علاوه شش مساوی با آ به علاوه دو. آ رو بیاریم این طرف کم کنیم، شش رو ببریم این طرف. آ به دست میاد منهای چهار. سوال بعد شد. سوال بعد شد.
سال نو گفتن اگر تابع فیکسمون مساوی با x منهای 1 به روی x2 به علاوه ax به علاوه 4 در تمام r پیوسته باشد در تمام r پیوسته باشد مقادیر r رو میخواییم به دست بریم یا حدود تغییرات r رو میخواییم به دست بریم خب اگر مخرج ریشه داشته باشه در ریشه های مخرج تابع ناپیوسته در میاد چون مقدار نداره بنابراین باید مخرج همواره باید مخرج همواره مخالف صفر باشد یعنی هیچ وقت صفر نشه خب درجه دوم چه موقع همواره مخالف با صفره یعنی ریشه نداره وقتی که دلتاش منفی باشه پس ما باید دلتا رو منفی قرار بدیم برای مخرج دلتا باید منفی در بیاد میشه ای به تمام دو منهای 16 کوچکتر از صفر پس میشه ای به تمام دو کوچکتر از 16 بنابراین ای میشه بین منفی 4 تا مثبت 4 نه دیگه اگر یه ریشه هم داشته باشه ما نمیتونیم ساده کنیم دقت کنید بچه مثلا اگر عبارتمون به صورت x منهای 1 به روی x منهای 2 باشه این تابع دامنش r به جز 2 پس این تابع مثلا g x مون در نقطه 2 مقدار نداره تعریف نشده پس بنابراین ناپیوسته میشه g در x مساوی با 2 ناپیوسته میشه ما میخواییم همه جا پیوسته باشه پس اصلا مخرج نباید ریشه داشته باشه حتی مخرج x منهای 1 هم نمیتونه باشه مخرج x منهای 1 هم نمیتونه باشه چون اگر x منهای 1 هم باشه اون موقع دامنه میشه r به جز 1 نمیتونیم صورت مخرج رو با هم ساده کنیم صورت مخرج رو به شرطی که یک نباشه ساده میشه بفرم آقای شاهین آقای شاهین بفرمایید میکروفون رو فعال کنید بفرمایید سلام خسته نباشید آقا نمیتونیم بنویسیم x من مخرج ها یه جوری در بیاریم که ریشش بشه x من های یک به توان دو بعد این کس اگه ما یک بذاریم صفر میده و مبهم همیشه بعد دوباره تو یک جواب داره باشا این چیزی پخش نشون آقای خرمی صدام هست تایپ کنید تایپ کنید چون بکنم هدفون نداره چیزی پخش نشون صدا نیست الان تایپ کنید آقای شاهین تایپ کنید گفتم دیگه مخرج نمیتونه هیچ ریشه ای داشته باشه ببینید مثلا اگر ما مخرج رو اگر مثلا ما مخرج رو بنویسیم x منهای 1 به توان شما وقتی میخواید یه بینه از اینو باید بزنید در هر حال دامنه بفتیم آره به جز یکه
خب مثل این مثالی میشه که من اینجا زدم، بازم F1 وجود نداره، پس F در X مساوی با 1 ناپیوسته میشه. در حالی که ما میخواییم در R پیوسته بشه. بله، گفتم حتی ما نمیتونیم اینجا رو مثلا x منهای 1 هم بنویسیم. اگر این هم x منهای 1 بنویسیم، بازم که میخواید این رو با این ساده کنید بنویسید 1، دامنه میشه آره به جز 1، یعنی تابعمون در 1 بازم تعریف نشده، پس بنابراین ناپیوسته در. پس بنابراین مخرج باید اصلا ریشه نداشته باشه. بنابراین دلتا رو تشکیل دادی و دلتا رو منفی قرار دادی و جواب شد آ بین منهای 4 تا 4. بریم سوال بعدی. سال دهش گفته که اف ایکس اونو داریم، آیا منهای 1 ایکس 2 برابر 8 ایکس برابر میشه آ بزرگتر از اون. اینجا گفته آ بزرگتر از یک، پس اشتراکی به ما میدن آ بزرگتر از اون. این برای حالتی که زیر رادیکال مثبت میشه. حالا اگر ریشه مضاعف داشته باشه، من مثالش رو بزنم. مثلا اگر ما یه تابع مانند جی ایکس داشته باشیم، باشه رادیکال برتر 4 ایکس رو برابر 4 ایکس برابر 1. خب شما اینا میتونید برسید رادیکال 2 ایکس برابر 1 به توان 2 میاد بیرون میشه قدر مطلق. این همه جا پیوسته است. پس می‌بینید اگر مخرج بشه به صورت توان دو بنویسیم، باز مشکلی پیدا نمی‌کنه. خب چه موقع ما می‌تونیم اینو به شکل توان دو بنویسیم؟ وقتی دلتامون صفر باشه. پس اینجا یه مساوی با صفر هم می‌ذارم براش. یعنی اگر دلتا صفر بشه، وارش مضاعف داشته باشیم اشکالی نداره. پس بنابراین می‌شه. بنابراین
این عبارت زیر رادیکالمون همواره مثبت بشه یا مثلا حالت اتحاد به ما بده که بتونیم بیاریمش بیاریم. پس بنابراین آ باید بزرگتر یا مساوی با 9 بشه. برای سوال اشکالی نیست آقا؟ برای سوال اشکالی نیست؟ خیلی، بریم سوال بعدی آقا. من چیکار کنم دیگه؟ من هم ماژیکا پر رنگی هم دارم درشت می نویسم، حالا دیگه من نمیدونم چیکارش کنم. آقای شاهین هم گفتن بریم در شاد ارائه بدیم، گفتم به آقای امادی مدیر بگید اگر گفتن بریم خب میریم. باشه، من از این به بعد عکس‌ها رو میگیرم میذارم تو گروه برات. عکس‌ها رو میگیرم، عکس‌ها رو میفرست. خواهش میکنم. سوال 11 گفته پیوستگی این توابع رو در نقاط داده شده بررسی کن. FX مساوی با براکت 3X خیلی با شاید بدیم بچه ها می نویستم ببینید الان تصویر بهتر میشه یا نه. براکت 3x در نقاط 0 رو 1/2 و 1/3 می خواهیم بررسی کنیم. در این 3 نقطه می خواهیم بررسی کنیم. بچه ها می بینید تصویر بهتر شد یا نه؟ این که گفتن تصویر بزرگ کنیم میپاییم داره بچه ها بینید فرقی کرد یا نه؟ الان تصویر بهتره؟ خب معنی مقردش که بچه ها اینه که نوشتیم رو تابلو ببینید بهتره یا نه؟ خب بچه ها یه چند دقیقه صبر کنید تا حالا ببینید میشه چیکار کرد. یه چند دقیقه صبر کنید. لرزش میتونه ولی تصویر رو تصویر دستگاه رو لرزش شما شما که زم تاره شما شما کیفیت داره میبینی ولی تو چیزی که برسال ما کنه شما که رو شد صحبت کنه ولی با رسال تو میدم بود با خب که رو صحبت کنه و یه چندم شاهی هم فرزی به بوهش کنه شد گفتم که رو صحبت شد کنه رو میدم مخواهیم که بریم تو میخواهی دوربین شو عوض کنی؟ اشکال از دوربین دوربین چه ناسه بخواهیم بریم با دوربین میشه بهتر اگه هم خواهیم اون دوربین بیاره چون اینجا داره بیفت میشه من اینجا تاریک کردید خوبه واقعا میگم دوربین اگر جا بشه
آره دیگه مشکلم یکی دوتا نیست ساعت بذارم خب یه بار دیگه بگیم در نقطه صفر چون عدد صفر عبارت درون براکتمون رو به عدد صحیح تبدیل میکنه بنابراین باید یه بار حد راست بگیریم یه بار حد چپ حد راست گرفتیم x از راست به صفر نزدیک میشه مثلا ایکسمون یه دهم یه دهم بدیم ضرب در سه میشه سه دهم براکت میشه صفر از چپ نزدیک میشیم ایکسمون رو مثلا منهای یک دهم میگیریم منهای یک دهم ضرب در سه میشه منهای سه دهم براکت میشه منهای یک پس حد وجود نداره بنابراین پیوسته نیست بعد برای یک سوم میخوانیم یک سوم هم دوباره عدد درون براکت رو عبارت درون براکت رو به عدد صحیح تبدیل میکنه پس انتظار داریم بازم حد نداشته باشه و پیوسته نشه کلا اگر عدد آ جوری باشه که درون براکتمون رو به عدد صحیح تبدیل کنه حد نداره پس برای یک سوم حد fx وقتی x از راست به یک سوم نزدیک میشه یعنی x ما از یک سوم بیشتره پس در سه که ضرب کنیم سه x بزرگتر از یکه پس بنابراین سه x ما مثلا یک و یک دهمه پس داخل براکت شده یک و یک دهم بنابراین براکتش به دست میاد یک اگر از چپ نزدیک بشیم حد f x x به یک سوم از چپ نزدیک بشیم یعنی x من از یک سوم کمتره در یه سه که ضرب کنیم میشه سه x کوچکتر از یک یعنی مثلا سه x ما هست نه دهم خب وقتی درون براکت میشه نه دهم براکتش به دست میاد صفر دوباره حد راستمون و حد چپمون متفاوتن یه دونه یک به دست اومده یه دونه صفر به دست اومده بنابراین حد نداره چون حد نداره پیوسته نیست پس f در x مساوی با یک سوم میشه ناپیوسته بعد گفته برای یک دوم بریم برای یک دوم چون درون براکت عدد صحیح نمیشه بنابراین پیوسته هست نگاه کنیم
ایکس همون از راست داره به یک دوم نزدیک میشه، یعنی ایکس بزرگتر از یک دوم، یعنی ایکس بزرگتر از نیمه، بزرگتر از نیم در سم زر میکنیم، سه ایکس بزرگتر میشه از سه دوم، سه دوم یعنی یک و نیم، یعنی مثلا سه ایکس همون از یک و نیم بیشتره، مثلا یک و شیشته هم، خب یک و شیشته هم برکتش به دست میاد. حالا اگر از چپ نزدیک بشه، یعنی ایکس همون از یک و دوم کمتره، در سه که ضرب میکنی سه ایکس کوچکتر از سه دوم، یعنی سه ایکس از یک و نیم کمتره، از یک و نیم کمتر ما مثلا یک و چهارده هم میگیم، بازم برکتش به دست یا یک. از حد تابلون شده یک، مقدار تابلون میخواییم در یک دوم به دست بریم، میشه اف یک دوم میشد برکت سه دوم، یعنی برکت یک و نیم که اینم به دست میاد یک. میبینیم که حد راست، حد چپ و مقدار تابع هر سه با هم برابرن، بنابراین F در یک دوم میشه پیوسته، F در X مساوی با یک دوم پیوسته است. این قسمت الفیش بود. قسمت ب، براکت x به توان دو، باز همین مطلب رو میگیم، اگر درون براکتمون عدد صحیح بشه تابلون پیوسته در نمیاد، ولی اگر عدد صحیح نشه پیوسته میشه. قسمت B f x رو داریم x به توان دو برای نقطه صفر میخواییم، خب حد راستمون مثلا شما x رو میگیرید یه دهم، به توان یک صد و میشه صفر. حد چپ رو میخواییم، منفی یک دهم، به توان دو میشه مثبت، میشه صفر، پس حد شد صفر، مقدارمون هم میشه صفر. بنابراین F در X مساوی با صفر پیوسته است. حالا یه سوال پیش میاد که آقا اینم که عدد صحیح میشد چرا این بار پیوسته شد؟ نکته داریم، نکتهش اینه که صفر طول نقطه مینیمم تابع ایکس دو. شما نگاه کنید نمودار تابع ایکس دو رو، این نمودار ایکس دو، وقتی ما میخواییم براکت تابع رو در نزدیکای صفر بررسی کنیم، این قسمت نمودارش به این صورت در میاد و بنابراین تابع میشه پیوسته، در نقطه صفر میشه پیوسته، ولی برای بقیه نقاط دیگه پیوسته در نمیاد. مثلا برای نقطه یک پیوسته نیست، برای نقطه یک
رادیکال دو دوم پیوسته نیست، برای نقطه منهای رادیکال پنج پیوسته نیست، در بقیه نقاط دیگه ناپیوسته میشه. صفر به دلیل اینکه نقطه مینیموم تابع x2 کمترین مقدار تابع x2 در صفر اتفاق میفته پیوسته میشه. برای نقطه یک از راست به یک نزدیک بشید، مثلا یک و یه دفعه به تمام دو یک و بیست و یک میشه یک. از چپ نزدیک بشید، مثلا نقطه هم نه دهم به تمام دو هشتاد و یک سنم براکتش میشه سه، چون حد نداره بنابراین پیوسته نیست. تا به اف در x مساوی با 1 ناپیوسته میشه. در نقطه رادیکال 2 حد راستش وقتی x اون از رادیکال دو بیشتره، بنابراین x به توان دو اونم از دو بیشتر میشه، دو طرف رو به توان دو رسونه، بنابراین x به توان دو اونو میگیریم مثلا دو به یه دهم. خب براکتش به دست میاد. حد چپش در این وضعیت x از رادیکال 2 کمتره، بنابراین x2 از 2 کمتره، یعنی x2 مثلا میشه 1.9 براکتش میشه 1، پس بنابراین در این نقطه هم میشه ناپیوسته. برای نقطه یک دوم، یک دوم که اصلا درون رو به عدسه‌ای تبدیل نمی کنه، ما چه از راست بیاریم چه از چپ به یک دوم نزدیک بشیم، یک دوم یعنی نیم به توان دو 25% میشه 0، اف اونم در یک دوم میشه 0، پس بنابراین میشه پیوسته. پس بنابراین پیوسته در میاد. بسیار خوب، من الان از جواب ها عکس میگیرم و براتون میفرستم.
بله. حالا قسمت بله. قسمت جی تابع سینوس ایکس. قسمت ب سینوس ایکس برای نقطه صفر میخواییم. شما میتونید هم روی دایره مثلثاتی بگید هم میتونید روی دایره مثلثاتی بگید هم میتونید روی نمودار سینوسی بگید. حالا یکیش رو اگر دقت کنید بقیه هم مثل هم نگاه کنید برای دایره مثلثاتی این عمودی سینوس هم. اگر ما از راست نزدیک بشیم یعنی مقادیرمون از صفر بیشتر باشه مقدار سینوسمون عدد مثبت در میاد مثلا میشه یه دهم یه صدم حتی اف ایکس وقتی ایکس از راست به صفر نزدیک میشه این دوروم مثلا یک دهمه یا یک صدمه یا یک هزارمه میشه صفر وقتی از چپ نزدیک میشیم منفیه یعنی این دوروم میشه منهای یک دهم یا منهای یک صدم میشه منهای یک پس پیوسته نیست ببین این صفر مثبت این برای صفر منفی برای صفر منفی عددش منفی در میاد مثلا منفی یک دهم برکت میشه منهای یک برای صفر مثبت مثبت در میاد مثلا یک دهم میشه صفر پس بنابراین در صفر میشه ناپیوسته البته اگر نوع پیوستگی رو میخواستیم پیوستگی راست داشت چون حد راستمون با مقدار برابر میشه بعد برای نقطه پی دوم 90 برای 90 هم ببینید دوباره ما چه از چپ چه از راست به پی دوم نزدیک بشیم مقدارمون از یک کمتره لیمیت اف ایکس مون ما چه از راست به 90 نزدیک بشیم چه از چپ این مقدار از یک کمتره مثلا 9 دهمه میشه 0 ولی مقدار تابع رو در 90 که بخوام به دست بیاریم خود 90 رو که بذاریم سینوس 90 میشه 1 براکتش میشه 1 از بازم میشه ناپیوسته در نقطه پی ششم
شیشم یعنی 30 درجه. حد اف ایکس مون وقتی ایکس به پی شیشم نزدیک میشه، پی شیشم این دورو سینوسش به 1/2 عدد صحیح نمیشه، پس احتیاج نداریم حد چپ و راست بگیریم. حالا یا از 1/2 یک کمی بیشتر یا یک کمی کمتر برای راستش میشه از نیم بیشتر، یا برای چپش میشه از نیم کمتر. مثلا شما 51/100 بدی یا 49/100 بدی در هر حال میشه 0، فرق نداره. مقدارش هم که بخوایم حساب کنیم اف پی شیشم میشه براکت 1/2 و براکت 1/2 هم میشه 3، پس بنابراین میشه پیوسته. در 1/2 میشه پیوسته، در پی شیشم میشه پیوسته. بچه پی شیشم رو ببینید، پی شیشم 30 درجه اینجا قرار داره، این پی شیشم با چه کمی بیش از اون رو در نظر بگیریم، چه کمترش رو در نظر بگیریم نزدیکای 1/2 میشه. کمتر و بیشتریش تأثیری نداره، چون از نیم بیشتر یا از نیم کمتر در هر حال براکتش به دست میاد 0. بعد داریم سپی دوم هم دوباره نقطه مینیمم تابه است، هرچند داره به عدد صحیح تبدیلش میکنه ولی در سپی دوم هم نقطه مینیمم تابه است، بنابراین باز تابه حد دارد، پیوسته هم هست. سپی دوم اینجاست، راست و چپش. اگر ما حد fx رو بگیریم از راست به سپی دوم نزدیک میشیم، بنابراین این دورون از نهایت بیشتره، مثلا به دست میاد -0.9 و جواب میشه -1. از چپ نزدیک بشیم دوباره همینه، دورون میشه از نهایت بیشتر، مثلا بازم به دست میاد -0.9 که بازم میشه -1. مقدارش هم بخوام به دست بیاریم میشه -1 و براکت -1 هم میشه -1. پس بنابراین در سپی دوم میشه پیوسته، در سپی دوم میشه پیوسته.
قسمت بعد قسمت ت. برای که راحت‌ترین باشه میتونیم کسرمون رو بنویسیم x x سوم به علاوه 1 x سوم x x سوم که به ما میده 1 به علاوه 1 x سوم اینه. حالا یک هم میتونیم بیاریم بیرون بنویسیم 1 به علاوه برکت 1 x سوم. پس تابق رو این در بزنیم. حالا دوباره عدد 1 عبارت دومه برکت رو به عدد صحیح تبدیل میکنه، پس حد نداره. ببینید حد f x x همون از یک بیشتره، میشه یک برای یک بروی از یک بیشتر، مثلا میگیرید یک و یه دهم. یک و یک دهم رو بنویسیم یازده دهم میشه ده یازده هم. برکتش میشه صفر و علاوه یک به دست میاد یک. حد تابع وقتی x کمتر از یکه میشه یک به علاوه یک به روی کمتر از یک. کمتر از یک مثلا میگیریم نه دهم، این میشه ده نهم، برکته میشه یک و جواب به ما میده دو. بنابراین حد ندارد پس پیوسته هم نیست. حد ندارد بنابراین پیوسته هم نیست. در نقطه دو، حالا دو رو براکت رو به عدد صحیح تبدیل نمی کنه، پس بنابراین حد داریم. دو درون برکت رو بعد از صحیح تبدیل نمی کنه، پس حد داریم، پیوسته میشه. نه بیشتر از منفی یک یعنی منفی نه دارم. بچه ها تو قبلی نگاه کنیم، تو قبلی پرسیدم ما وقتی منهای یکمون اینجا قرار داره بیشتر از منهای یک میشه اینجا و این میشه منفی نه دهم. بیشتر از منهای یک میشه منفی نه دهم و بعد برکتش به دست میاد منهای یک. حالا نقطه دو بررسی کنیم.
حد اف ایکسمون وقتی ایکس به دو میلیم کنیم لزومی نداره چپ و راست بگیریم. چرا؟ چون اون درون براکتمون اطراف یک دوم میشه. حالا چه از راست بیاییم چه از چپ بیاییم چه از راست بیاییم چه از چپ بیاییم این یک بروی یک دوم از راست، یعنی مثلا میشه از نیم مخرج بیشتره، مثلا میشه چهاردهم، این به دست میاد شیشدهم، چه چهاردهم بشه چه شیشدهم بشه میشه صفر و جواب به ما میده یک. مقدار تابمونم در دو، بازم میشه یک، پس بنابراین میشه پیوسته در نقطه دو میشه پیوسته. قسمت بعد برای یک دوم، یک دوم دوباره بعد از سعی تبدیل میکنه، پس باید هر دو چپ و راست بگیریم و پیوسته نمیشه. در نقطه یک دوم هر دو فیکسمون وقتی ایکس داره از راست به یک دوم نزدیک میشه میشه یک به علاوه یک به یک دوم بیشتر میشه یک به علاوه دوی بیشتر به ما میده یک به علاوه دو میشه سه. و اگر از یک دوم کمتر باشه میشه یک به علاوه یک به یک دوم کمتر میشه یک به علاوه کمتر از دو میشه یک به دست میاد دو، پس میشه ناپیوسته. پس بنابراین در این نقطه میشه ناپیوسته. در نقطه سه باز میشه پیوسته. در نقطه سه حد اف ایکسمون وقتی ایکس داره به سه نزدیک میشه
میشه یک به علاوه یک به روی سه. حالا یا بیشتر از سه یا کمتر از سه، در هر حال این برکته میشه سه. جواب میده یک. اف سه مونم که بخواهیم حساب کنیم میشه یک به علاوه برکته یک سه میشه یک. پس بنابراین میشه پیوسته. پس در این نقطه میشه پیوسته. Thank you.